بریم با هم دیگه نامه یعقوب رو نگاهی بکنیم. این آیه آیه ثابتی هست عزیزان. یعقوب 3 17 و 18 رو یه نگاهی داشته باشیم لطفاً، که ببینیم کسی که صحبت از عدالت میکنه واکنش او روی زمین چگونه میتونه باشه. لکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر است و بعد صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت پذیر. اون حکمتی که از طرف روح القدس هست عزیزان، اون حکمتی که من در حضور خدا گرفتم، اون حکمتی که به مشورت انسان نرفته، اون حکمتی که مشورت خودم نرفتم، به تجربه خودم نرفتم. بارها عرض کردم، خیلی بارها مواقع پیش اومده که عکس العمل من باید تون بوده نسبت به هر موضوعی، اما وقتی رفتم در حضور خداوند، هم خدا منو تراپی کرده، هم منو متقاعد کرده من اشتباه کردم، و نسبت به اون موضوع نه که نباید تند باشم، بلکه باید آرامش و صلح آمیز باشه موقعیت من. بله، و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی‌تردد و بی‌ریا و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود. آمین. برای آنانی که سلامتی را به عمل می آورند. آمین. آمین. خب میگید اینا یعقوب نوشته، به گفته خیلی از محققین برادر عیسی مسیح بوده، پر از روح القدس بوده. حالا به هر حال اینو گفته دیگه، به من چه مربوطه که من یه نوع ایمانم، یا من اصلا به مسیح ایمان ندارم، و یا اینکه من چند سال هست مسیح ایمان آوردم، مشکلات و سختی اصلا اجازه نمیده من این گونه عمل کنم، من حرف دلمو میزنم، من به این میگم، من به اون میگم، شلوغ میکنم، به همه داد میزنم، اونو میزنم و و و. اول سموئیل هنوز مسیح نیامده بود، نشون میده القانه مردی بود که دو زن داشت، یک زن فنینه اگه اشتباه نکنم، یکم حنا، که این دوتا هبوی هم بودن. فنینه صاحب فرزندانی بود، اما حنا فرزندی نداشت و مورد تمسخر هبوی خودش قرار میگرفت و اونو مسخره میکرد، آزارش میداد و کاری میکرد که بتونه موقعیت شخصیتیش رو توی خانواده پایین بیاره، توی جامعه پایین بیاره. و وقتی که همسرش القانه اونو میدید، اونو محبت میکرد، و چون این مرد مرد خدا بود، اهل شریعت بود، میدانست چگونه عمل کنه، با انصاف عمل میکرد و کار نیکویی میکرد. اما انصاف همسر حنا باعث نشده بود که وجود او تخلیه از اون کینه ها و اون تلخی ها بشه، باعث نشده بود جواب درست بگیره از این انصاف که چرا من صاحب فرزند نمیشم، چگونه میخوای اون خلای عدم فرزند توی زندگی من و همسرم تو پر کنی، با اینکه میگفت من تو را خیلی دوست دارم، آیا من از چندین پسر برای تو عزیزتر نیستم؟ اما حنا چه کار میکنه؟ شما اگه اون قسمت رو بخونید، فصل 1 فصل 2، میبینید که حنا به هیچ وجه نمیره شکایت هووی خودش رو بکنه به همسرش، نمیره قور بزنه، حتی نمیره نزد خدا شکایت بکنه و قور بزنه، غیبتش رو نمی کنه، باهاش درگیر نمیشه، باهاش نمی جنگه، یک واکنش درست انجام میده. واکنش درسته اون چی بود؟ سکوتش بود. هرگز هرگز من چنین تعلیمی نمیدم در رابطه با مشکلات و سختی هاتون، چه در خانواده و چه بین دوستانتون و چه در کلیسا، سکوت کنید، معنی نداره، مشکل رو حل کنید، صحبت کنید. اما اولین سخن رو به کسی بگید که میتونه کمکتون کنه و اون خداست. حنا این کار رو میکنه. حنا میره وارد خانه خدا میشه. وقتی وارد خانه خدا میشه، خادم خدا ایلی اونجا نشسته بوده، مرد خدا، کاهن اون خانه نشسته بوده، میتونست بره به خادم خدا بگه، حتی به اونم نمیگه، و میره خودش مستقیم در حضور خدا. یعنی از مسیر انصاف حرکت نمیکنه عزیزان، از مسیر عدالت حرکت میکنه. میدانیم که یکی از معناهای عدالت یعنی رابطه درست انسان با خدا، و میره نزد خدا، نه قور میزنه، نه غیبت میکنه، نه لعنت میکنه، میره نزد این خدا و از خدا میخواد، میگه خداوندا به من فرزندی عطا کن، من فرزندم رو به تو میدم، تحت اراده تو باشه،
و ثمره این عدالت این میشه که سموئیل بزرگترین، یکی از بزرگترین انبیای کتاب مقدس است. ثمرش این خواهد شد که میتواند به توسط خدا، به توسط سموئیل، اولین پادشاه رو به اسرائیل معرفی میکنه. بزرگترین پادشاه که داوود بود رو معرفی میکنه و نیز کارهای بزرگی میکنه. ثمره عدالت همون گونه که خوندیم میبینیم که محصولات خوب رو برای ما ایجاد خواهد کرد که باعث صلح، باعث آرامش، باعث محبت. اما انصافی نیست گاهی ما بحث هامون با همسرمون، با فرزندمون، با دوستانمون اینه که این انصاف نیست، این بی‌انصافیه. ولی کلام خدا به ما اینو نمی‌آموزه. کلام خداوند به ما می‌آموزه که ما گام‌های بلندتر از انصاف برداریم و اون عدالت، محبت بلاعوض، بخشش بلاعوض هستش و مثل خدا عمل کنیم. و در این صورت هست که ما میتونیم حقیقتاً یک واکنش درستی رو نیز داشته باشیم و بگیم ما به عنوان فرزندان خدا آنچه را که انجام دادیم آن چیزی بود که خدا به ما نیز داده. پس قدم اول برای اینکه بی‌انصافی که فکر میکنیم به حق و حقوق ما شده این هست: ایمان به عدالت خدا داشته باشیم. ایمان به عدالت خدا داریم؟ هللویا. اگر ایمان به عدالت او داریم، شکایتتو نزد او ببر، مسائلت رو نزد اون ببر تا اون بهترین راه رو در مقابل تو نیز قرار بده. در رومیان 10:3-4 میخونیم، اعلام میکنه: زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته میخواستن عدالت خود را ثابت کنن. کیا رو داره میگه؟ کسایی که وانمود میکردن از طرف خدا هستن، فریسیان، صدوقیان. مطیع عدالت خدا نگشتند، زیرا که مسیح است انجام شریعت به جهت عدالت برای هر کس که ایمان آورد. ما امروز ایمان داریم، آمین. پس عدالت در زندگی تو قدرت داره، باید بخواهی ازش. میگی من فلانی اذیتم کرده، به من آزار رسونده، حقیقتا درست میگیم. تا زمانی که داری اینگونه نگاه میکنی، نگاه شکایتی، نگاه قرقر، نگاه غیبت، نگاه این که تو مظلوم شدی و حق خودت میدونی که بتونی اونو سرکوب کنی و خودت رو بلند کنی، هرگز قدرتی در وجود تو از طرف عدالت ایجاد نخواهد شد. اما زمانی که اونو تسلیم خدا میکنی و میگی خدایا من این موضوع رو تسلیم تو میکنم که تو قوت من باشی، آن زمان هستش که ما میبینیم حقیقتاً مهر و محبت خدا قلب اون افراد، اون شخص رو لمس میکنه و به تو صبر و امید رو میده. هرچند منطقی نیست، اما ما صحبت از منطق زمین نمی کنیم و کلام خدا. کلام خدا صحبت از قدرت ماورا داره میکنه و نتیجهش رو خواهیم دید. حالا اونایی که رفتن جنگیدن چه کار کردن؟ اونایی که به طریق انصاف عمل کردن چه کار کردن؟ تو افکارتون یه سری بهشون بزنید، تو دوستاتون، فامیلتون یا خودتون قبلا این کارو کردید. نتیجهش چی شد؟ غیر از جنگ ها، غیر از آسیب به خودتون رسوندن، غیر از جدایی ها، غیر از تلخ کردن خودتون و مریض کردن، غیر از این نتیجه ای نداشته. نتیجه دنیا رو ببینید مساوی با چی هستش؟ مدام جنگ، مدام در شرایط بد اقتصادی، مدام میبینیم میشنویم چقدر مردم دارن معتاد میشن. چرا درش صلح و محبت نیست؟ چون همه میخوان به انصاف عمل کنن و انصاف رو آخرین میدونن و تمام مذاهب از انصاف صحبت میکنه، فقط مسیح از عدالت صحبت میکنه و اون رو نیز ثابت کرده برای ما. اندیشمندی اعلام میکنه: تا با بخشیدن دیگران است، تنها با بخشیدن دیگران هست که میتوان کنش نادرست را فراموش کرد و پرونده را کاملا بست. و این بخشش زمانی ایجاد خواهد شد که در رابطه با خدا و عدالت خدا نیز در زندگی ما قرار بگیره. آمین. بریم با هم دیگه نامه افسوسیان 15:1-21 رو بشنویم. پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید و در محبت رفتار نمایید. یعنی این عدالت رو داشته باشید، به خدا توکل کنید. خدای زندگی میشناسیش، خدایی که باش رابطه داری. کی؟
نه من خیلی خسته بودم آخه اون یه دفعه میدونی این طرف اومد جلوی من یه حرفی زد منم این حرفا رو بهش دادم از روی خستگی. همون لحظه یاد بگیریم تمرین کنیم، همون لحظه نسبت به هر کسی که روبروت هست میبینی تو ذهنت همیشه باش مشکل داری، همون لحظه برو در حضور خدا و ببین نتیجه چی میشه. نتیجه شکرگزاری میشه، نتیجه عشق میشه، نتیجه محبت خواهد شد. بله، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود. آمین. و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را میشاید. پولس رسول نمیگه به هیچ وجه، یعنی صحبتش این نیست که احتیاط کن. حالا اگه تونستی ببخش، اگه تونستی محبتش کن، خیر. این یک ضرورت زندگی ما میدونه. داره میگه غیر از این ما راهی نداریم، غیر از راه عدالت ما راه دیگه ای نداریم. عزیزان با انصاف روبرو نشید، با عدالت روبرو بشیم. آمین. بفهمید. و نه قباحت و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شوق‌گذاری. آمین. زیرا این را یقین میدانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت‌پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. چرا؟ چون که این افراد به ازای آرامش و سلامتی و قوت و محبت وجودشون رو دروغ، غیبت، غرور، خشم، حسادت، قسم خوردنها و همه اینها رو میگیره و اینها مسیری هست که میخوان خودشون رو ثابت کنن، تازه در انصاف. نکن از این کار. اما میخوای میکروفونم عوض کنم؟ اما در عدالت خدا آرامشش مطابق غلاطیان 5:22 به ما میده که ما بدونیم چگونه عمل کنیم در این مسیر. و یه موقع به شرایط بدی قرار میگیریم. گاهی هستش که به طور خاص عزیزان که وقتی وارد کلیسا میشن، خود من این تجربه رو دارم، وارد کلیسا که میشیم بعد از این مدتی از ایمانمون که میگذره فکر میکنیم حالا ما چقدر قوی شدیم، ما الان دیگه اینقدر قوی هستیم که میتونیم نسبت به تمام مسائل بد دنیا ما مقاومت از خودمون نشون بدیم و ما بهترین واکنش رو میتونیم انجام بدیم. اما کلام خدا ما چنین تعلیمی رو نمیده، میگه کامل شو، روش کن، چون که هنوز اون قدرت رو نداری که بتونی با گناهان دیگران راه بری. فراموش نمیکنم زمانی که من به مسیح ایمان آوردم، 5-6 ماه از ایمانم که گذشت، فکر کردم چقدر خوبه که دوستای خودم که قبلا میرفتم باهاشون تریاک میکشیدم و توی گناه بودیم، برم یه سری بزنم اونا رو بشارت بدم. من آمادم چند تا کتاب مقدسم آماده کردم که برم به اونها سر بزنم، ولی وقتی دعا کردم روح القدس که فلان موقعش نیست. 4 سال بعد روح القدس منو فرستاد سراغ اونها. اینها 8 نفر بودن، نشستیم بساطم گذاشتم میکشی؟ گفتم نه. گفتن چی شده؟ گفتم الان بهتون میگم چی شده. و براشون تعریف کردم، همشون گریه کردن. گفتم اصلا ما اصلا باورمون نمیشه. در بین این 8 نفر 3 نفرشون به مسیح ایمان آوردن. از 2 تاشون خبر دارم ایماندار هستن هنوز. هر چیزی موقعی خودش رو داره. فکر نکن ایمان آوردی مسیح چند سالم گذشته خیلی قوی هستی در مقابل آنچه را که به عنوان ویروس ها تو دنیا هستش. خودتو چک کن با کلام خدا، چک کن با معلمین که خداوند تو کلیسا به تو داده، از تجربیات اونها. خودتو چک کن در مقابل روح القدس، اگر این قوت رو داری نیز انجام بده. بله، هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. پس با ایشان شریک مباشید، زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لکن الحال در خداوند نور می باشید. آمین. پس چون فرزندان نور رفتار کنید. هللویا. زیرا که میوه نور در کمال نیکویی و عدالت و راستی است. آمین. و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید. چرا؟ چون بازم این خطر میتونه شماها رو و من رو و کلیسای مسیح و خانواده شما رو به عنوان ایمانداران تهدید کنه و آزارتون بده. عرض کردم اول صحبتم، کلیسا و کلام خداوند ضرورت یک زندگی سالم هست برای ما. چرا مسیحی ها هر یک شنبه میرن کلیسا؟ چون تجربه کردن
به طور خاص مسیحی که پروتستان هستن تجربه کردن کلیسا سلامتی اونها هست. کلیسا کامل نیست، کلیسا نقص داره، کلیسا بیمارستانه، از خود کشیش گرفته تا خانوادهش تا همه خادمین، ببخشید، مشکلات و ضعف دارن. ما تو کلیسا هرگز نگفتیم به ما و به خادمین نگاه کنیم، گفتیم به خود مسیح نگاه کنیم، چون ما به مسیح نگاه میکنیم. پس باید مطیعون باشیم. اما ویروس های توی دنیا هستن، اولین آسیبی که میخوان بزنن به کلیسای مسیح هستش. به خود مسیح نمیتونن آسیب بزنن، اما به کلیسای مسیح که رسول توش هست آسیب میخوان بزنن. چرا که وقتی کلیسا از بین بره، امید تمام ملت ها مسیح هست، پس این امید رو از دست دادن. حتما میدونید توی مناطقی که خفاش خیلی زیاد هستش، نه اون مناطق کشاورزی هستش و یا دامداری دارن و اونها به دامها حمله میکنن، به طور خاص خفاش هایی که خونخوار هستن، اونها میان کاری که انجام میدن این هست، 7-8 تا از این خفاش ها رو میگیرن و به خون مسموم آلوده میکنن بدنشون رو و اونها رو رها میکنن و وقتی میرن توی این غارها شبها، بقیه خفاش ها میان اینا رو لیس میزنن، خودشون هم لیست میزنن. فرداش که میدم بیش از 1000 تا خفاش مرده. بهترین روش. شما فکر کنید شیطان این کار رو نمیتونه بکنه؟ چند نفر رو توی کلیسا در بین ایماندارا آسیب میزنه؟ مگه در طول تاریخ این کار رو نکرده؟ مگه ما هنوز که هنوز هست وقتی صحبت از مسیحیت میکنیم خیلی بلند نمیشن میگن برید ببینید قرون وسطا چه اتفاقایی افتاده؟ خب راست هم میگن، واقعیتی است که انجام شده. چرا؟ چون افراد از روح مقدس خدا پر نشدن، چون افراد به تبعیت از عدالت نخواستن عمل کنن، افراد به تبعیت از انصاف خواستن عمل کنن و نتوانستن و نیز طمعکار شدن که ریشه همه بدی ها هستش. پس این هوشیاری ما باید داشته باشیم، کلیسای مسیح رو داشته باشیم، در اتحاد و در یک دلی بمانیم، چون شیطان بیرون منتظر هستش که اون خون سمی رو بزنه و نیز کلیسای مسیح رو آلوده بکنه. این هوشیاری برای خانوادمون هست، برای دوستامون هست و برای کلیسای مسیح هستش. بله؟ بلکه آنها را مذمت کنید، زیرا کارهایی که ایشان در خفا میکنن حتی ذکر آنها هم قبیح هست. لکن هر چیزی که مذمت شود از نور ظاهر میگردد، زیرا که هر چه ظاهر میشود نور است. بنابراین میگوید ای تو که خابیده ای بیدار شده، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد. آمین. پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید. نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. آمین. و وقت را دریابید، زیرا این روزها شریر است. از این جهت بیفهم مباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. آمین. و مست شراب مشوید که در آن فجور است. خب اینجا که میرسیم همیشه این سوال هستش، میگه مست شراب نشیم. این قصه شراب چیه؟ آیا شراب نجسه؟ خیر، مسیح گفت آنچه را که تو میخوری از تو دفع خواهد شد. و اینجا فقط صحبت از شراب نیست، مست هر چیزی که تو رو آلوده میکنه و تو رو از نام خدا، از کلام خدا، از محبت، از عشق دور میکنه، مست اون نشو. بعضی موقع من میشنوم طرف میگه فدا من روح القدس دارم، مشروب هر چقدر میخورم منو کنترل میکنه. خب اگه تو روح القدس داری، خدا روح القدس میگه نخور اینقدر، به اندازه بخور. این توجیه درستی نیستش. چون نگاه کنید، باز عرض میکنم مسئله مشروب خوردن نیستش عزیزان، مسئله مستی در هر چیزی هست. هر چیزی، کار زیاد مستیه، تفریح زیاد هم مستیه، بیخیالی هم مستیه، عشق انسانی هم مستیه. مست هیچ چیز نشید، میگه مست روح القدس باشیم، چون مست روح القدس به ما کمک میکنه که حکمت خدا رو داشته باشیم. در غیر این صورت حتی شما مست خدمت به مسیح هم بشی آسیب خواهی خورد. مستش نشو. هر چیزی یه برنامه‌ای داره تو زندگی. مسیح هرگز ما رو نمیخواد تعلیم بده به بی برنامگی. اون به ما یک برنامه درست داده برای زندگی سالممون. یه تصادفی بین یک زن و مرد ایجاد میشه طوری که دوتا ماشین داغون میشن. بالاخره اینا با سختی از تو ماشین میان بیرون، زنه میاد بیرون، مردم با سختی میاد بیرون و وقت نگاه میکنم به همین، به زنه میگه آها ناراحت نباش، بیا خدا رو شکر کنیم. من فکرم درست ماشینمون داغون شد، اما فکر میکنم این یه نشانه است از طرف خدا که ما با هم آشنا بشیم. مردم که انگویا انگار بدش نمیاد میگه نمیدونم شاید. بعد هم تو یه با همگی صحبت میکنم میگه ببین
اگه موافق باشی بیا کمک من کنی در صندوق باز کنم، یه چیزی تو این دارم ببینم سالمه. در صندوق به زور باز میکنن، میگه بیا یه شیشه مشروب. میگه ببین بیا این سلامتی اون الان جشن بگیریم. مردم که بدش نمیاد دوباره یه نگاهی هم به زنه میکنه، میگه اوکی. در مشروب باز میکنه، زنه میده به آقا، آقا نصفشو میخوره، بعد میگه بیا بقیشم تو بخور. میگه نه دیگه منتظر میشم پلیس بیاد ببینم چی میشه. خیلی هوشیار باشین، از این اتفاقا میافته. اگر مست هر موضوعی بشیم، شیطان اونجاست که به ما آسیب بزنه. برای همین هست کلام خدا به ما میاموزه در یک اعتدال درست زندگی کنیم. هستش آیات دیگه لطفا. بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید. آمین. و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خداوند و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. آمین. آمین.